مردم مازندران دارن نابود میشن، دریابیدشون، جاده رو ببندید بذارید یک هفته آرامش برقرار بشه، ما امکانات ما محدوده. هشدار نمایندگان مازندران و گیلان در مجلس درباره میزان شیوع کرونا و درخواست اعلام وضعیت قرمز در حاشیه سبز خزر. شمار مبتلایان و جانباختگان در ایران روشن نیست. از میهمان برنامه میپرسیم دلیل ابهام در آمار قربانیان چیست و وضعیت در استانهای شمالی ایران چقدر بحرانی است. همچنین در برنامه امشب افزایش ناگهانی مرگ و میر بر اثر کرونا در ایتالیا، بیش از 130 نفر در یک روز جان باختند، 16 میلیون نفر قرنطینه شدند. خبرها از احتمال کنترل نسبی کرونا در بخشهایی از چین، آیا قرنطینه برای مهار این ویروس در کشورهای دیگر هم جواب می‌دهد؟ ده روز بلا تکلیفی پناهجویان عازم اروپا در مرز ترکیه، مهاجران از کمبود دارو و برخورد پلیس شاکی‌اند. حق خود بهایان آزاد زندگی کنند، اما قسم که خداوند آزاد آفریده، حق آزادی داره هر شخص. و زنان افغان به دنبال تثبیت حق کار و تحصیل، هدف بعدی صعود به قله‌های مدیریت کشور است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. امروز ده ها نفر دیگر در ایران بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان دادند. یک نماینده مجلس از حسن روحانی خواسته تا در استان مازندران وضعیت قرمز اعلام کند. در مورد رقم دقیق قربانیان خبرهای زد و نقیض منتشر می شود. آمار رسمی در سراسر ایران کمتر از 200 نفر است، ولی از یک مقام وزارت بهداشت نقل شده که فقط در گیلان 200 نفر به علت ابتلا به کرونا جان دادند، اگرچه او بعداً حرف خود را اصلاح کرد. چرا در ایران آمار قربانیان و مبتلایان متناقض است؟ به نظر می آید که در چین سرعت گسترش بیماری به شکلی قابل توجه کم شده، ولی اوضاع در کره جنوبی و ایتالیا وخیم است. شمال ایتالیا با جمعیت حدود 16 میلیون نفر قرنطینه شده. چرا کار ایتالیا به اینجا رسید؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی ببینیم از شبنم شعبانی. کرونا از حدود دو ماه پیش آرام و خزنده خود را به سرخط خبرها و سرفصل دغدغه‌ها در سراسر جهان رسانده. فصل مشترکی ناخوشایند و نگران کننده. اینجا در ایران وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته نزدیک به 750 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 ناشی از ویروس کرونا شناسایی شدند که رقم رسمی مبتلایان ایران را به بیش از 6500 نفر میرساند. البته نزدیک به یک سوم آنها بهبود یافتند. همچنین از دیروز 49 نفر دیگر دست کم جانشان را از دست دادند و به این ترتیب آمار رسمی جانباختگان به 194 نفر رسیده. هرچند که اغلب کارشناسان رقم واقعی و شناسایی نشده مبتلایان و قربانیان را بسیار بالاتر می دانند. اینم از وضعیت خیابانای ارومیه که واقعا خلوته، هیچ چیزی نیست. خیابانها و اماکن عمومی در ایران به سنت هر ساله باید حالا که نزدیک سال نوست بسیار شلوغ باشند، اما حالا برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا شهرها خلوت است. بیش از 22 استان هم گفتند که در تعطیلات نوروزی هیچ خدماتی به مسافران ارائه نخواهند داد. ورودی شهر ایزدشهر مازندران ساعت 6:55 18 اسفند نمیذارن پلاک غریبه وارد شهر. در این حال گزارش شده بسیاری از شهرهای توریستی ایران به ویژه در شمال کشور شاهد حضور پرشمار مسافر است. حضوری که موجب نگرانی شده و در بعضی نقاط به تنش کشیده. مردم مازندران دارن نابود میشن، دریابیدشون، جاده رو ببندید بذارید یک هفته آرامش برقرار بشه، ما امکانات ما محدوده و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنن قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوریم مردممون رو بگیم آقا آتیش به اختیار، خودتون نجاتتون بدید، خودتون نجات. گزارش شده در استان گیلان بسیاری از بیمارستان‌ها برای ظرفیت خود بیمار پذیرفتند و پرستاران لنگرودی هشدار دادند اگر امکانات نرسد همه در بیمارستان‌ها مبتلا خواهند شد. مرسی پرستار عزیز، خدا برکتت بده. مرسی. روی دیگر داستان اما این صحنه هاست، پرستاری که به مردم ماسک می‌رساند. با
با وجود تلاش‌ها برای آگاهی رسانی درباره کووید 19 گزارش شده رفتارهای ناشی از وحشت بیماری خود قربانی گرفته. کسانی که برای حفاظت از خود الکل سرکشیدند یا ژل ضد عفونی کننده خوردند. تابلو زدیم جایی خواستید بیاید باید مرکز خبر به فیلم بگیره که خوردن الکل شما رو برای این چیز برای ویروس کرونا اصلا محافظت نمی کنه. فکر نکنید برصد این درست وارد خون میشه یه لول ایجاد میشه، این لول بعد چند ثانیه چند دقیقه چند ساعت ممکن از بین بره. بحران کرونا اما بر نقاط دیگر جهان هم سایه انداخته. اینجا در شمال ایتالیا این عابران پیاده و این گردشگران انگوش شمار تلاش میکنند به زندگی عادی خود ادامه دهند، اما شهر تقریبا تعطیل است و دست کم 16 میلیون نفر در قرنطینه هستند. پاپ فرانسیس هم نیایش صبح یکشنبه در واتیکان را بعد از سالها برگزاری تقریبا بیوقفه این مراسم آنلاین برگزار کرد. مردم در بسیاری از نقاط جهان دنبال ماسک‌های طبی و مواد ضد عفونی کننده هستند. ماسک‌هایی که حالا اغلب کمیاب و گرانند. چاره ناگزیر اما شاید فعلا تعلیق برنامه‌ها و نشست‌ها تا اطلاع ثانوی باشد. از مجمع جهانی اقتصاد در اوایل بهار آینده در برزیل تا جشن‌های نوروزی ایرانیان در بسیاری از نقاط جهان. شبنم شعبانی، بی بی سی. یاسر قرشی پزشک به برنامه پیوستند. آیا دکتر قرشی دلیل این آمارهای ضد و نقیض چیه؟ فکر میکنید که چرا روشن نیست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. عرضم به حضور شما که یه علت اصلی این آمارهای متناقض خب پنهانکاریه که در سیستم مدیریت وزارت بهداشت و کلن سیستم مدیریت ایران هست. شما اگر دقت بکنید طی سالهای گذشته، ماهای گذشته اتفاقات ناگواری افتاده توی ایران، هیچ کدومش رو ما آمار دقیقی نداریم. این قضیه کووید 19 هم مستثنا نیست از این داستان و ضمن این که پنهانکاری میشه علت دیگه هم داره و اون این که ثبت آمار به درستی انجام نمیشه. ما سیستم رهگیری بیماران رو به طور دقیق نداریم. خیلی از بیمارانی که با علائم ریوی به بیمارستان ها مراجعه کردن، ترخیص شدن یا فوت کردن، ما نمیدونیم که دقیقا تشخیصشون چی بوده. اینا همه عللی هستن که در واقع این آمار ضد و نقیض رو به ما میدن. فضای روشن و اطلاعات دقیق چقدر در شرایط فعلی کمک کننده است؟ خیلی مهمه. یعنی میشه گفت کلیدی ترین بخش کنترل این اپیدمی اطلاعات دقیق و آمار دقیق. شما اگر چین رو نگاه بکنید، طبق بیانیه هایی که سازمان بهداشت جهانی داده، از همون اول اطلاعات دقیق رو در اختیار سازمان بهداشت جهانی میذاشته، آمار دقیق رو در اختیار مردم میذاشته. با اینکه چین خودش حکومتی هست که احتمالاً خیلی حکومت شفافی نیست، با این حال در زمینه این بیماری سازمان بهداشت جهانی اذعان میکنه که چین بسیار شفاف و خوب عمل کرده، اطلاعات درست به مردم داده، آموزش درست به مردم داده. و به همین دلیل اگر نگاه بکنیم این روزها نمودار تعداد مبتلایان و نمودار تعداد مرگ و میر بر اثر این ویروس در چین به شدت کاهش پیدا کرده. نماینده سازمان جهانی بهداشت از عملکرد ایران هم تمجید کرد. از نگرانی های شما این موضوع کم میکنه؟ ببینید توی ایران من باید به دو بخش تقسیم بکنم عملکرد وزارت بهداشت رو در این زمینه. یکی عملکرد پزشکان، پرستاران و کلن کادر درمانی هست. واقعا بدون شک میشه گفت بهترین عملکرد رو داشتن، تمام تلاششون رو انجام دادن، از جونشون مایه گذاشتن و اصلا نمیشه گفت که کوچکترین کمکاری در این زمینه انجام شده. از طرف دیگه عملکرد در واقع سیستم مدیریتی وزارت بهداشت هست که متاسفانه از ابتدا دست کم گرفتن. اول خب کمکاری که صورت گرفت پنهانکاری بود که انجام شد. ما حداقل به شخصه حداقل از یک روز قبل از انتخابات، یعنی روز اول اسفند، یه مورد تایید شده داشتیم، منتها اینا به هیچ وجه اعلام نشد. گزارش هایی هست که رهبر جمهوری اسلامی
از حدوداً یک هفته قبل از اون تاریخ هم اقدامات حفاظتی براشون انجام می شده، ملاقات هایی که داشته اجازه دسترسی نمی دادن. خب اینها نشون میده که سیستم از موضوع اطلاع داشته ولی پنهان کرده این رو، بی اهمیت سعی می کردن جلوه بدن این حرکت ها رو. اگر یادتون باشه احتمالاً توی اخبار می دیدید که جا به جا اعلام می کردن در فلان شهر، مثلا به عنوان مثال انزلی رو من دقیقا یادمه، افرادی رو دستگیر کردن به جرم اینکه شایعه پخش ویروس کرونا رو در شهر داشتن اعلام میکردن. خب در واقع اینا همه ناشی از دست کم گرفتن بیماری هست و در واقع این ضعفی است که سیستم مدیریت داشته. از اون بر تقسیم کادر درمان، تقسیم امکانات و اینها در واقع مشکلاتیه که همه سیستم مدیریتی ایجاد کرده. آقای قرشی، آمار و ارقامی منتشر شده، بخشش رسمی بخشش غیر رسمی، اطلاعاتی هم از ایران بیرون میاد. از نظر شما چه تخمینی میشه زد روند افزایشی این بیماری در ایران تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ من خودم تماسی که با همکارانم داشتم در شهرهای مختلف، آماری که هست نسبت به آماری که اعلام شده بسیار بالاتره، بسیار بالاتره. در یکی از مراکز استانا من امروز صحبت میکردم با همکاری، روزانه ایشون میگفتن 500 بیمار مراجعه میکنن با علائم تنفسی. بر اساس سی تی اسکن هایی که انجام میشه بیش از 60-70% درگیری ریوی دارن. بنابراین آمار بسیار بالاتر از این چیزی هست که اعلام میشه. تنها راه کنترلش هم الان قطع زنجیره است و قطع زنجیره جز با تو خونه موندن مردم، جز با قرنطینه کردن شهرها و مراکزی که بیماری درشون شایع تر هست ممکن نیست. ممنونم از یاسر قرشی، پزشک. در ایتالیا طی یک روز گذشته آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیش از 130 نفر افزایش پیدا کرده و به حدود 370 نفر رسیده. ایتالیایی‌ها سردرگم از محدودیت‌های گسترده‌ای که برای مهار گسترش ویروس وضع شده در تلاشن خودشان را با شرایط جدید وفقند. اما اعلام محدودیت در ملاقات‌های زندانیان باعث شورش و اعتراض در بعضی از زندان‌ها شده. اعظم بهرامی خبرنگار از تورین ایتالیا با ماست. خانم بهرامی، 33 مورد مرگ جدید، تعداد قربانیان به 366 نفر رسیده. وضع به نظر میاد که در ایتالیا خیلی وخیمه، درسته؟ من فکر می‌کنم که وقتی در مورد اعداد صحبت می‌کنیم باید خیلی دقت کنیم، به خاطر اینکه اعداد جزئیاتی دارن که بسیار بسیار مهمه. آخرین داده‌هایی که در ایتالیا منتشر شده که من ساعت 6 بعد از ظهر از سایت رسمی وزارت بهداشت بهداشت درمان ایتالیا گرفتم این بود که 6338 نفر مبتلا هستن، 366 نفر فوت کردن و 622 نفر هم درمان شدن. در حالی که ما آخرین داده‌ها رو از سایت داشبورد که یه سایت رسمیه که تمام داده‌ها رو بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت کشورها منتشر می‌کنه، در مورد ایران داریم که 6566 نفر مبتلا هستن، 194 نفر فوت کردن و 2134 نفر درمان شدن. اما اطلاعاتی که معمولاً منتشر نشده در مورد ایران اینه که از این افراد درمان شده مفهومش چیه؟ یعنی اینکه این افرادی هستن که دیگه ناقل بیماری نیستن و کسانی که مردن چه شرایط سنی داشتن؟ چند تست در روز در ایران انجام میشه؟ این اطلاعات آیا به تفکیک استانها وجود داره؟ شما در ایتالیا میتونید به راحتی به تمام این اطلاعات رو در سایت رسمی وزارت بهداشت و درمان به تفکیک استانها داشته باشید. از این 6338 نفری که مبتلا هستن تنها 600 نفرشون در آی‌سی هستن و 2500 نفر از اینها با علائم بیماری یا بدون علائم بیماری در خونه قرنطینه هستن و قرنطینه بودن در خونه هم در واقع یک حکم قانونی داره، یعنی که فرد مجبور و ملزم به رعایت اون هست. اما در ایران و اون تعدادی هم که به عنوان درمان شده اعلام میشن افرادی هستن که دیگه به هیچ عنوان ناقل بیماری نیستن و پریود درمانشون یا ناقل بودن بیماری که اون دو هفته است طی شده. اما در ایران ما میدونیم افرادی که با علائم به بیمارستان
مراجعه میکنن و حتی دارو دریافت میکنن و در خونه قرنطینه میشن هم جزو افراد درمان شده به حساب میاد. مهمان قبلی ما هم اشاره کردن، خبرنگارانی که در ایران هستن هم این رو میگن، از اوضاع احوال برمیاد که آمار و ارقامی که ارائه میشه با آمار و ارقام غیر رسمی بسیار تفاوت داره. در هر صورت در ایتالیا 16 میلیون نفر الان در قرنطینه هستن، شما در اونجا زندگی میکنید، اونجا هم به یک باره چند نفر رو آمار مرگ و میر به یک باره بالا رفت، چطور کار ایتالیا به اینجا رسید؟ ببینید امروز من فقط اینو بگم که چون خیلی اهمیت داره و این آماری که ما به شما در ایران نداشتیم، حتی با از شکل غیر رسمی هم بهش دسترسی نداریم، اینه که در فقط همین امروز در ایتالیا چیزی نزدیک 7900 تا تست تامپون انجام شده. خب این آمار معلومه که وقتی که تعداد تست بیشتری انجام بشه، آمار مبتلاها، آمار کسانی که درمان شدن یا حالا شرایط ویژه بیماری هستن مشخص‌تر میشه. ما به شکل رسمی در ایتالیا 31 ژانویه رئیس دولت اعلام کرد که ایتالیا در شرایط بحران ملی هست در حوزه سلامت و این بحران تا 6 ماه ادامه خواهد داشت، یعنی این رو به شکل رسمی اعلام کردن. دیشب اطلاعیه جدیدی منتشر شد تحت عنوان در واقع یک حکم قانونی، و حکم قانونی معنیش اینه که هم ضمانت اجرایی داره به لحاظ قانونی و هم اینکه قانون ازش حمایت میکنه به لحاظ تامین اعتبار و بودجه و همه جزئیاتی که باید در همکاری بین استانها با مرکز که رومه وجود داشته باشه. در این حکم نهایی که دیشب منتشر شد، دو تا استان به شکل کامل، استان لامباردیا و رجمیلیا، قرنطینه شدن و استان بخشی از استان ونتو که مرکزش ونیز در شرق ایتالیا و استان پیمونت، استان ما هم یه مرزهای مشترکش با استان میلان، به شکل رسمی قرنطینه شد. شرایط قرنطینه هم اعمالش و اجراش در واقع محول شد به استانداری ها و فرمانداری ها و در اون بله، این مواردی که اشاره کردید موارد خیلی مهم و جالبیه. منتها مثلا در مورد ایران گفته میشه به این دلیل بیماری شیوع گسترده پیدا کرد که پنهانکاری صورت گرفت، مدتی کتمان شد. چرا در ایتالیا کار به این جایی که الان هست رسیده؟ ببینید مسئله مهمی که ما در مورد ایتالیا باید بدونیم که این یک کشور توریستیه و استان لامباردیا هم که استان تقریبا با 1 میلیون نفر جمعیت، ولی دانسیته جمعیتش، یعنی تعداد افرادی که در کیلومتر مربع زندگی میکنن، چیزی بیشتر از 400 نفره. به خاطر همین ما میدونیم که با یه تراکم جمعیتی مواجه هستیم که بخش زیادی شرکت‌های بین‌المللی، دانشجوهای بین‌المللی هستن. ایتالیا یک کشور توریستیه و ورودی‌هاش خیلی 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 در یه مدت طولانی نمیشه کنترل کرد و مهار کرد. تا همین امروز ایتالیا اعلام کرد که بیش از 5.5 میلیارد یورو فقط تو حوزه توریست و گردشگری متضرر شده به خاطر مسئله کرونا. و ولی مسئله اهمیت ماجرا اینجاست که زیرساخت‌هایی که لازم بود برای همکاری و اون اعتمادی که بین مردم و حکومت باید وجود می‌داشت برای اینکه در واقع غربالگری اتفاق بیفته، قرنطینه اتفاق بیفته، به تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها اهمیت داده بشه، کلیساها تعطیل بشه، فوتبال، مسابقات، سینما، موزه، تمام اینا در واقع عملی شد. منتهاش مسئله اصلی اینه که این زنجیره در هنوز در استان لامباردیا به خاطر آمار بالای فشردگی جمعیت و اینکه به هر حال قرنطینه تازه هنوز از دیشب اعلام شد، یه مقداری این پراکندگیش در اونجا بیشتر شد. ولی به نظرم میرسه که این مسئله مهمه. و یه مسئله مهم دیگه ای که ما کمتر بهش توجه میکنیم که ایتالیا کشور جوانی نیست. از همین جمعیتی که مردن به خاطر در واقع ویروس کرونا، میانگین سنیشون تا روز 5 مارس که من کنترل کردم 81 سال بوده و هنوز آمار نشون نداده کسی بالا زیر 50 سال فوت کرده باشه به خاطر ابتلا به ویروس کرونا. ما با یک کشور در واقع کهنسال و کشور خیلی جوانی مواجه نیستیم، کشور تقریبا میانگین سنی بالا مواجهیم و به شکل رسمی اکثر اینها عملا بیماری های متنوع دیگه هم دارن. مثلا آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده بود این بود که از بین مبتلاهای که از بین کسانی که فوت کردن به خاطر ویروس کرونا، 2/3 بیماری های زمینه ای مثل دیابت یا انواع تومور یا سکته یا مثلا قلبی و اینها داشتن. سپاسگزارم از اعظم بهرامی، خبرنگار از تورین ایتالیا با ما.
همزمان با گسترش ویروس کرونا به کشورهای مختلف، خبرهایی از کنترل شیوع این ویروس در چین به گوش می‌رسد. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید روش‌های چین برای مهار کرونا احتمالاً جان صدها هزار نفر را نجات داده، اما این روش‌ها در کشورهای دیگر هم امکان‌پذیر است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. چین می‌گوید تا حدودی ابتلا به کرونا را در این کشور مهار کرده. سازمان بهداشت جهانی از چین تقدیر کرده. در چین روزی حدود 2000 مبتلا به کرونا شناسایی شدند، اما دیروز فقط 99 مورد جدید در چین گزارش شد. برای دومین روز متوالی هم در استان هوبی و مرکزش ووهان که اپیدمی از آنجا شروع شد، موردی گزارش نشد. چین میگوید روند کاهش ابتلا به بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا نشان می‌دهد روش‌های کنترلی که پیش گرفته جواب داده. انتظار داشتم به خاطر راه‌های کنترل و مهار ویروس کرونا و تأثیر این راهکارها در زمان مشخصی هم موارد ابتلا صفر شود. این دقیق چیزی است که ما در چین دیدیم. برای بقیه دنیا هم خیلی مهمه. برای بقیه دنیا هم باید به صورت استاندارد انجام شود. نزدیک به 60 میلیون نفر در استان هوبی قرنطینه شدند. محدودیت‌های سفر برای صدها میلیون نفر از شهروندان و خارجی‌ها اعمال شد. حالا چین از موفقیتش در مهار بحران برای تبلیغ در داخل و خارج از مرزهایش استفاده می‌کند. از چین انتقاد شده که در ابتدای آغاز شیوع ویروس مخفی کاری کرده و آمار واقعی ارائه نداده. کارشناسان اما می‌گویند موفقیت واقعی زمانی مشخص می‌شود که مدارس باز شوند، دانش آموزان به کلاس‌ها برگردند و کارگران به کارخانه‌ها و مردم برای عبور و مرور از مترو و اتوبوس استفاده کنند. استراتژی سختگیرانه چین برای مهار کرونا شاید در کشورهای دیگر چندان متداول نباشد. کارزار چین برای قرنطینه و مقابله با کرونا آزادی‌های شخصی و زندگی عادی مردم را محدود کرده، وضعیتی که در کشورهای دیگر چندان دیده نمی‌شود. با این حال در ایتالیا تقریباً 1/4 جمعیت، یعنی 16 میلیون نفر در قرنطینه اجباری هستند. بیشتر ساکنان شمال ایتالیا از این وضعیت استقبال کردند. دیدیم افرادی که تست کرونای اونا مثبت بوده قرنطینه رو شکستن و برای اسکی به ترنتینو رفتن. واقعاً چقدر باید خودخواه باشن؟ به نظرم الان این تدابیر واقعاً لازمه. در ایران اما تلاش‌ها برای قرنطینه کردن قم، شهری که کانون شیوع ویروس کرونا در ایران بود، بی نتیجه ماند. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن و قرنطینه هم بالاخره. آقای حریرچی خود به کرونا مبتلا شده. ورودی شهر ایزدشهر مازندران ساعت 6:55 18 اسفند ماه نمیذارم پلاک غریبه وارد شهر بشه. در شمال ایران در استانهای گیلان و مازندران هم که تعداد مبتلایان به کرونا زیاد گزارش شده، ابتدا محدودیت سفر ایجاد شد، اما معاون استانداری مازندران یک روز بعد از لغو ممنوعیت ورود به این استان خبر داد و گفت این به معنای اجازه ورود آزادانه به بدون نظارت به مازندران نیست. شاید برای نتیجه گیری درباره موفقیت چین در مهار ویروس کرونا زود باشد، اما روش چین برای مبارزه با این ویروس شاید بتواند برای ایران و دیگر کشورهایی که در حال دست و پنجه نرم کردن با کرونا هستند الگو باشد. فرین عاصمی، بی بی سی. برنامه رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. ایران میگوید لغو پرواز شرکت‌های هواپیماییش به اروپا ارتباطی با شیوع ویروس کرونا ندارد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته که لغو پروازها به دلیل فشارهای آمریکا بوده تا هواپیمای ایران را به نصب نرم‌افزاری آمریکایی ملزم کند. مقصود اسدی سامانی گفته به استثنای پروازهای ماهان به بارسلون که تا 3 هفته آینده ادامه دارد، هیچ شرکت ایرانی پرواز باری و مسافری به اروپا و بالعکس انجام نمی‌دهد. در پی تایید چند مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در قطیف عربستان، مقام‌های سعودی این منطقه شیعه‌نشین را قرنطینه کردند. به گفته وزیر کشور عربستان، ورود به این منطقه و خروج از آن ممنوع شده و اداره‌های دولتی و خصوصی تعطیل شدند مگر برای خدمات ضروری. گفته شده افراد مبتلا به ویروس کرونا در قطیف یا خودشان به ایران سفر کرده بودند یا با افرادی در تماس بودند که از ایران برگشتند. با تایید 4 مورد جدید، تعداد مبتلایان در عربستان به 11 نفر رسیده که همگی ساکن قطیف هستند.
به رغم توصیه‌ها و انتقادهای وزارت بهداشت ایران، نقاط مختلف این کشور شاهد تلاش مسافران برای ورود به مناطقی بوده که کانون‌های ویروس کرونا هستند. بنابر گزارش‌ها، در کنار نگرانی‌های بسیاری از ایرانیان از شیوع این ویروس، عده‌ای از مردم همچنان خطر را جدی نمی‌گیرند و به توصیه‌ها بی‌اعتنا هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. کرونا شوخی ندارد. وقتی تعداد مبتلایان زیاد باشند، حتی با 1% تلفات از این صحنه ها هم فراوان خواهد بود. اگر ترس از کرونا از خود کرونا بدتر باشد، اما بی‌تفاوتی به آن از ترسش هم بدتر است. از این چیزه دیسکو بردن گذاشتن رو ماشین. و این بی‌تفاوتی و نترسیدن بخشی از جامعه ایران را فرا گرفته. مثل این افراد که شب گذشته در مشهد فراخوان ماندن در خانه را نادیده گرفتند تا تولد حضرت علی را جشن بگیرند. افرادی از روی ساده انگاری یا بی تفاوتی اقدام به برگزاری این تجمعات نکنند. کلافگی مسئولان وزارت بهداشت از این رفتارها امروز به وضوح دیده می شد. حضور در این محافل، حتی محافلی که مذهبی است، حتی موجب استحباب هم بوده، قطعا نهی شده. بی توجهی به خطر کرونا گاهی شکل تعصب مذهبی می گیرد، گاهی شکل علاقه وافر به شیرینی. با اینکه بیشتر نقاط کشور خلوت است، همچنان کانون‌های شلوغی و رفت و آمد زیادند. مثل اینجا در قم. اینجا 20 متری شهید بهشتی قم. می‌بینید که مردم همچنان در حال خرید کردن برای شب عیدشون هستن. اکثر مردم مخصوصاً در استان‌های شمالی فراخوان ماندن در خانه را رعایت کردند. اما رعایت نکردن بعضی مردم دیگر نقاط کشور باعث شده شب گذشته در آمل خشم ساکنان این شهر کار را به جای باریک بکشاند. باز هم وزارت بهداشت و توصیه هایی که ظاهراً گوش بعضی ها به آن بدهکار نیست. تا می توانیم و تا می شود در خانه های مان در شهرهای خودمون بمونیم. گوش چه کسانی به این توصیه ها بدهکار نیست؟ موفق شدیم ماموران راه کندوان را شکست بدیم. اینم خوشحالیه بعد از ورودمون به شمال. این قبیل رفتارهاست که کاسه صبر ساکنان استانهای شمالی را لبریز کرده. زمانی که شما ویلا خریدی کرونا وجود نداشت. شما ویلات اینجا محفوظه، نه آب میبره نه سیل میبره نه چه میدونم زلزله میاد، کاری هم باش نداریم. یه محبت بکن الان، نه یا چه اصراری الان پاشی بیای. لحن نماینده مردم نوشهر از این هم تندتر بود و در این ویدیو که از گفتگوهایش با مقامات منتشر شده تهدید به خشونت‌های خودسرانه می‌کند. قانونی انجام بشه نشد، ما مجبوریم مردممون رو بگیم آقا آتش به اختیار، خودتون نجاتتون بدید. تهدیدهای نماینده نوشهر برگرفته از روایت‌هایی است که از پزشکان محلی در شمال کشور می‌شنود. الان برای شنبه دارن نوبت میدن مراجعه این رو. تمام مراکز برای دو سه روز آینده پر ظرفیتشون. بجز کارهای ضروری از خونه بیرون نیایید. چقدر کشته بعد تو خیابونای ما رو بریزه تا باور کنیم که با یه مسئله جدی روبرو هستیم. چرا مردم رعایت نمی کنند؟ شاید یک دلیل آن تلاش حکومت برای پرهیز از ترساندن مردم و کم خطر نشان دادن اوضاع باشد. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. شاید دلیل دیگر آن نبود وحدت رویه در صدا و سیماست که از یک طرف دعوت به پرهیز از اجتماعات می‌کند ولی از طرف دیگر از برگزاری و پخش برنامه دور همی نمی‌گذرد. شاید دلیل دیگر بی‌تفاوتی مردم اثرات ناخواسته تلاش پرسنل درمانی برای تقویت روحیه خود و افکار عمومی باشد. دلیل هر چه باشد، شاید با دیدن قربانیان شیوع کرونا بی‌تفاوت‌ها بیشتر فکر کند. یه مریض دیالیزی، یه روز در میان از ساری باید برم ببین. چه بسا بتوانن زندگی را برای خیلی ها، حتی غیر مبتلایان، آسان تر کند. خب وسط این کرونا تکلیف من دیالیزی شی میشه، شما بگو. سیاوش اردلان، بی بی سی. رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته تا جلوی ورود مهاجران به اروپا را نگیرد. 10 روز پیش ترکیه اعلام کرد از پلیس مرزی خواسته جلوی مهاجرانی را که به طرف کشورهای اتحادیه اروپا می روند نگیرد. پناهجویان هم بیخبر از همه جا عزم سفر به اروپا کردند. غافل از اینکه بلغارستان و یونان مرزهایشان را سفت و سخت بستند تا کسی عبور نکند. عده زیادی از پناهجویان که اهل ایران، افغانستان، سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانه‌اند در مرزها بلا تکلیف ماندند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. و
بچه های کوچیکم با ما هستن سر مرز. تصاویری که امروز صبح یکی از پناهجوها برای بی بی سی فارسی فرستاده. اینا پلیسای یونانه که اجازه ورود به ما نمیدن. مهاجرانی که از هفته پیش به اینجا آمدند و میخواهند وارد یونان شوند. به تشویق ترکیه که میگوید بار مهاجران کم کرده. البته در باغ سبزی نشانشان داده که بوی گاز اشکاور و دود و گلوله میدهد. همه با گاز اشکاور و سلاح‌های کامل مهمون نوازی میکنن از ما. یونان راهشان نمیدهد. با اعلام باز شدن مرزها از سوی ترکیه، بسیاری از مهاجران به سمت مرزهای این کشور با بلغارستان و یونان رفتند. پازارکوله از مهمترین گذرگاه‌های مرزی ترکیه و یونان در نزدیکی ادیرنه در غرب استانبول است. امروز 7 مارس 2020. دیشب برخورد پلیس با مهاجران در این منطقه شدید بود. گاز اشکاور زدم. مردم دارن میمیرن. شما خدا ببینید دارم با چی کار میکنم. ببینید دارم چی کار کنم. صدای بچه ها رو میشنویم. برین زیر پتو. پلیس یونان مرز را بسته نگه داشته. اینجا مهاجران تلاش میکنند به زور دروازه ورودی به یونان را بشکنند. و تیرهای جنگی و پلاستیکی به سمت ما استفاده کردن. فقط امروز متاسفانه در چند روز گذشته ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حکایت‌های تلخی را روایت می‌کنند. خانم من متاسفانه دچار سقط جنین شده. وضعیت زندگی مردم بدبخته. وضع پناهجوها بد است. غذا و جای خواب ندارند. هوا سرد است و کمک چندانی نیست. توی راه پلیسا نقاب زده بودن، همه پولامونو گرفتن از همون، هرچی پول داشتیم گرفتن، هرچی وسیله داشتیم گرفتن، حتی به پیرن تنمون هم رحم نکردن، کوکو لباسامونو گرفتن، آتیش زدن تو یونان. با بالا گرفتن انتقادها از ترکیه مبنی بر استفاده سیاسی از پناهجوها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به گارد ساحلی ترکیه دستور داده که جلوی سفر دریایی مهاجران به سمت جزایر یونان را بگیرد. آقای اردوغان میگوید مهاجران آزادند به هر کجا که میخواهند بروند و کسی نمیتواند به زور آنها را نگه دارد. چند ماه پیش گفتم که اگر اتحادیه اروپا به طور عادلانه در مسئله پناهجوها سهیم نشه مرزها رو باز میکنیم. تا الان به تعهداتمون در مورد توافق با اتحادیه اروپا عمل کردیم، اما انتظارات ما در مورد تحمل این بار و مشارکت از سوی این اتحادیه برآورده نشده. شاید ترکیه مهاجران را به زور نگه ندارد، اما به گفته خود آنها دولت ترکیه آنقدر زندگی را برایشان سخت کرده که از هر فرصتی برای فرار از این کشور استفاده می کنند. این ویدیویی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. در توصیف آن گفته شده این افراد به طور سازمان یافته و با تشویق نیروهای امنیتی ترکیه پناهجوها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. بی بی سی نمی تواند مستقلا هویت این افراد را تایید کند. امروز همزمان با 8 مارس روز جهانی زن، این زنان مهاجر فریاد کمک سر دادند. مرز یونانه، صدای این خانوما رو به کل دنیا بشنوید. اینجا واقعا دارن زجر میکشن، همه در خوابن و نمیتونن اینها رو ببینن. آیا واقعا گوش سردمدارهای کشورهای مختلف به خواب رفته؟ این مهاجران در برزخ گیر افتادند. ترکیه هولشان میدهد، اتحادیه اروپا پسشان میزند. اینجا داریم زنده زنده کشته میشیم و همه دارن سکوت میکنن. چه حسی دارد که هیچ کس آدم را نخواهد؟ مهدی بیگی، بی بی سی. آرش همپای فعال حقوق پناهجویان از هامبورگ آلمان با ماست. آقای همپای، شما به یونان سر میزنید، هر از گاهی با پناهجویان در تماس نزدیک هستید. مرز بسته است، چرا با تمام اینها حدود 10 روز هست که همچنان هزاران پناهجو اون طرف منتظر هستند و بر نمیگردند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. به خاطر اینکه خب خیلی از مهاجرین عزیزان اطلاعی از یونان ندارن
و براشون یک مدینه فاضله براشون ترسیم شده در یونان حداقل، که متاسفانه اون چیزی که تصورشون هست در یونان که منتظر انتظارشون رو میکشه فقط یک سراب هست. و متاسفانه اگر این دوستان از ترکیه هم بخوان رد بشن و وارد یونان بشن، وضعیتشون بهتر از ترکیه نخواهد بود، بلکه شاید بدتر هم خواهد بود، مخصوصا در این روزهای اخیر که خب تحرکات گروه‌های فاشیستی رو مشاهده بودیم که نه تنها به پناهجوها حمله کردن بلکه حتی به داوطلبین و انجیوها هم حمله کردن و دیشب هم یکی از انجمنها رو در جزیره لسبوس آتش زدن و خشونت هم روز داره بیشتر و بیشتر میشه. مشکل الان در کجاست؟ دولت یونان که مرز رو سفت و سخت گرفته، یا اینکه اصلا اتحادیه اروپا است که چندان روی خوشی نشون نمیده و به نوعی دولت یونان رو مجبور و وادار میکنه که چنین برخوردی بکنه؟ خب ببین، دولت یونان که مستقل، دولت یونان جزء اتحادیه اروپا هستش و اگر یونان امروز مرزش رو باز نمیکنه بخاطر اینکه اجازهش رو نداره، بخاطر اینکه دستور از اتحادیه اروپا داره میاد، نمیتونه مستقل عمل کنه، مرزش رو باز بکنه. ما الان داریم همین چیز رو در خود یونان میبینیم، هرچند که بعد درست رفتار یونان و دولت یونان بسیار خوشنط هم بسید با پناهنده ها و بسیار بسید مهاجر هستش، ولی خب ما باید این رو بدونیم که سیاست ها از اتحادیه اروپا میاد، از آلمان میاد و از پارلمان اتحادیه اروپا داره میاد و اونها هستن که فشار میارن به یونان، یا حالا یا فشار میارن یا اینکه بهشون پول پرداخت میکنن و از اینهاشون پرداخت میکنن که اجازه ورود پناهنده به اتحادیه اروپا رو ندن. بسیار خوب. هزاران نفر الان، هزاران نفر پناهجو، بلکه ده ها هزار شاید بر اساس بعضی تخمین ها در ترکیه هستند. بعید هم به نظر میاد که اینها بخوان برگردند. هیچ حرفی درباره این هست که چطور میخوان این مشکل رو حل بکنند؟ ببینید، خود آلمان نه، ولی خب یه سری از انجاد هم که میدونید در خود آلمان حداقل فکر کنم بودن 30% از شهرهای آلمان تظاهرات بوده و انجمنها و فعالین و مردم اومدن توی خیابونها و خواستاری شدن که مرز باز بشه و گفتن که ما پذیرای مردم هستیم و اونها رو به کشورمون پذیرا هستیم و طبق حرفایی که یه سری انجمنها زدن و اونها خواستاری شدن که حداقل 5000 پناهنده رو از مرز ترکیه بپذیرن، ولی خب این حرف خود دولت آلمان نبوده و هنوز چیز قطعی که بخوام بگن که خب یک سری از پناهنده رو از مرز بخوان بپذیرن، حالا آلمان یک کشورهای دیگه، یه همچین چیزی وجود نداشته و هنوزم که هنوزه نمیشه مثلا حتی شانس 50% هم داد که بشه مثلا یک روزنه پیدا بشه و بتونن مرز رو باز کنن، حداقل به یونان یا به حداقل نصفش رو اتحادیه 28 کشور اتحادیه اروپا بپذیره. و به نظر من هم این مرز باز نخواهد شد به خاطر اینکه ما در این سیاستاشون رو داریم میبینیم، حتی این حدی تحرکات فاشیستا رو من فکر نمی کنم که مستقل باشه، من فکر کنم که خب به هر حال یک پلنی پشتش هست و به کار حمایت های دولتی پشتش هست که اینقدر آزادانه دارن افتاقه بخشیان انجام بده برای این پناهنده ها و فکر میکنم اتحادیه اروپا و یونان دارن پیام میرسونن با این حرکاتشون و با این رفتارشون به مردم خاورمیانه که اینجا کشور ما پذیرای شما نیست و اینجا اون مدینه فاضله شما نیست و اینجا امن نخواهد بود برای شما که نخواهن که به وارد اتحادیه اروپا بشن. در مورد استرالیا اینطور بود که یک مکان سومی رو در نظر گرفته بودن، پناهجوها میرفتن اونجا، سالها میموندن. آیا چنین طرحهایی که کم و بیش دربارش حرف و حدیث هایی هم بود به صورت جدی در مورد اروپا مطرح هست؟ ببینید، چندین ماه پیش بود که یک سر و صدایی بود مبنی بر اینکه حالا بخوام فکر کشورهای آفریقایی یک مبدا یک جایی رو برای پناهنده در نظر بگیرن، خب این خود که خب این با مخالفت بسیار روبرو شد و فکر کنم که این دیگه کنسل شد و تنها کشوری که وجود داشت الان برای اتحادیه اروپا که بتونه مهاجرها رو تو اونجا نگه داره که بابتش خیلی پول زیادی هم خرج کرده ترکیه بود، که ترکیه هم که امروز حالا به خاطر سری دلایل سیاسی که خب در جریانش هستید مرزش رو تهدید کرده و باز کرده و من فکر نمی کنم کشور سومی وجود داشته باشه اینجا، مگر اینکه دو جزیره های مثلا یونان یا کشورهای دیگه بخوام توی جزیره های پناهنده رو به عنوان تبعیدی یا به عنوان گروگان یا به عنوان یک زندان اونجا نگه دارن که وارد حالا شهرها نشن، ولی چیز جدی من تا حالا نشیدم که حالا ایتالیا بخواد مثلا کشور سومی رو در نظر بگیره و پناهنده رو اونجا بخواد اسکان بده. ممنونم از آرش همپای، فعال حقوق پناهجویان از هامبورگ آلمان با ما.
سازمان ملل متحد گفته که برای پیشرفت زنان در افغانستان به فشارهای اجتماعی و سیاسی نیاز است. نماینده ویژه این سازمان در افغانستان گفته زمان آن رسیده که فاصله جنسیتی کم شود و زنان شانس حضور در مذاکرات صلح را داشته باشند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل میگوید با اینکه میزان اشتغال زنان در چند سال گذشته سیر سعودی داشته، آنها کمتر در سطوح تصمیم گیری بودند. در جستجوی امنیت و آرامش در دامنه کوه‌های کابل، دخترانی که در شهر به راحتی نمی‌توانند قدم بزنند به کوه آمده تا به تبعیض جنسیتی پشت پا بزنند. برای بالا رفتن به پسران بازو دادند. از پیشرفت و آزادی موجود خوشحالند. می‌توانند حق خود بخواهند، آزاد زندگی کنند. اما قسم که خداوند آزاد آفریده، حق آزادی داره هر شخص. میتونن فعلا دخترها یا خانم‌ها، زنها میتونن همون حق به دست بیارن. زنان سالهاست از چهار دیواری خانه وارد اجتماع شدند. افزایش میزان اشتغال زنان از نشانه های آن. مشارکت نیروی کار از خانم‌ها به سرعت بالا رفته. 10% مشارکت نیروی کار برای زنان بلندتر رفته. و این نشان میده که بیشتر زنان در بخش‌های مختلف در سکتورهای مختلف اونا شاغل شدند و حتی در سطح تصمیم گیری. زنان افغانستان بیش از 26% نیروی کار را تشکیل می‌دهند. 62% در صنایع تولیدی، 32% در بخش زراعت، 24% کارمند دولت، 11% حضور در سطوح تصمیم گیری و فقط 2% کارفرما هستند. زنان در صنایع دستی بالا دستر از مردان، اما هنوز سهمشان در سطوح تصمیم گیری اندک. با توجه به اینکه در سالهای اخیر پست‌های بلند به زنان واگذار شده، از وکیل، قاضی تا وزیر. چندی قبل برای اولین بار دو زن به عنوان رئیس کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیده شدند. هوا علم نورستانی که تصمیمش تعیین کننده رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است میگوید هنوز مردها حاضر نیستند دستور زنان را اجرا کنند. به گفته او رهبری کار سختی است، اما زن بودن و رهبری کردن سخت‌تر. نداشتن پشتوانه‌های لازم از چالش‌های دیگر. ما فکر می‌کنم که در سطوح سیاسی خانم‌ها پشتیبانی قوی ندارند. بر اولین بار بوده که یک زن افغان با کل چالش ها، با کل مشکلات ها، با کل دردسرها و رزق ها این قادر به این میشه که یک وثیقه خط یک رئیس جمهوری افغانستان بته. این باید بسیار از طریق کسایی که اونا میگن که ما بر احقاق و حقوق زن کار میکنیم باید خیلی سر و صدا برپا میکرد. در حصار دیوار خانه و خانواده هنوز زنان زیادی زیر دست هستند. هرچند شرایط در شماری از خانواده ها تغییر کرده. تصمیم گیرنده اصلی این خانواده یک زن است. میگویند شانه به شانه پیش می روند، نه مقابل هم. پدر و مادر میگم این طور یک گپ از در نظر دارم، این طور یک مفکوره دارم چطور است. باز میگم هرچی که تو گفتی من قبول دارم. هم تو بگو من قبول دارم مقصد. بهتر است که از ما همینطور است همیشه. همیشه همین چیز است که چیزی که خواستم ما هیچ وقت ما رد نکردیم. چیزی که خواستم گفتم درست است، گفتم ناسایی است درست. چرا؟ به خاطر از اینکه دوستش دارم زیاد. زندگی زنشوی زندگی مشترک است. وقتی که مشترک بود همه چیز زندگی باید مشترک باشه. با این وجود زنان بسیاری در افغانستان قربانی خواست مردان هستند. در کشوری که حق انتخاب و تصمیم در خانواده و اجتماع در انحصار مردان است. تغییرات سیاسی اخیر نیز تصویر آینده را مبهم کرده است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در شهر دوشنبه تاجیکستان یک زن برای کمک به بازپروری کودکان معلول و حمایت از مادران آنها یک مرکز خیریه ایجاد کرده. در این مرکز شیوه های آموزش و بازپروری کودکان معلول را به مادران آموزش میدهند. سهراب زیا خبرنگار ما در روز جهانی زن از آنجا بازدید کرده و میگوید این مرکز روزانه امیدی برای ده ها مادر تاجیک ایجاد کرده. تهیه هدیه به افتخار روز مادر با کمک مادران.
رنگامیزی نقاشی ها برای کودکان کاری ساده هست، اما نه برای کودکانی دارای معلولیت. اینجا مرکزی دلهای کشاده است. از آغاز کاری آن 5 ماه می گذرد. بنیادگذارش دلبر قربانوا است، زنی که سرنوشتی تلخ فرزندش در این کار به او انگیزه بخشیده. دلبر بعد از 15 سال انتظاری 3 سال پیش صاحب طفلی شد. اما او با سیندروم داون تولد شد، بیماری قلب داشت و تنها 67 روز عمر دید. متاسفانه دخترم زود ما رو ترک گفت. مرگ اون در دلم داغ عمیقی گذاشت و فهمیدم که این آزمایش خداونده. تا که با تمام وجودم و در مغز استخونم درد و وضعیت وحشتناک مادرانی رو درک کنم که کودکانشون سندروم دان دارن. چند تجربه رو امتحان کردم، از این رو وضعیت مادران هم قسمت خودم رو خوب میفهمم. مامی с ребенком с синдромом Дауна в Таджикистане. ملیکه یکی از شاگردان این مرکز است. برای افراد مثل او مشغولیت های گوناگون را برگزار می کنند. ملیکه برای تقویت حرکت انگشتان دستانش پیانو تمرین می کند. همسال دیگرش تبل می زند. البته دوستان فرزند در من این یک درد است، سخت است. به همسالانش نگو می کند، البته این دخترچه من در خودش یک درد دارد. می خواهد رنگ دیگر رو باشد. از جهت پسیخولوگی بودن این مرکز اول برای مادران ضرور است. این مرکز خانه امیدی ده ها مادر تاجیک شده است که کودکان دارای معلولیت دارند. حالا در اینجا بیش از 130 کودک همراه مادران خود دوره های آموزشی و بازپروری میبینند. نیمه از کودکانی که به این مرکز میآیند سیندروم داون دارند، نیمه دیگر یا فلج مغزی هستند و یا به بیماری های دیگر مبتلایند. در اینجا خودی مادران را آموزش می دهند تا بعداً به بازپروری و آموزش دادن کودکان خودشان مشغول شوند. من خیلی فرزند دارم. من به خاطر فرزند خودم، به خاطر همین دستورویک‌های زیبا می خواهم که تا وقتی هستم همین کودک‌ها یاردم من رسد. سال قبل دلبر و همکارانش این ساختمان را که ویرانه ای را میماند به اجاره گرفتند. با کمک افراد خیرخواه آن را بازسازی کردند. سازمان اجتماعی دلهای کشاده تا حالا از هیچ سازمان کمک دریافت نکرده و فعالیتش را تنها به همت والدین این کودکان و افراد خیرخواه پیش میبرد. البته افراد هستند که به قدری زحمت و تلاش های دلبر قربانوا و همکارانش میرسند. رادیوی وطن دلبر را در کنار 49 چهره دیگر فردی مطرحی سال 2019 در تاجیکستان برگزید. عنوانی که برای دلبر بسیار با ارزش است و او را برای توجه به سرنوشت ده ها کودک دیگری دارای معلولیت در تاجیکستان بیشتر تشویق میکند. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه. شب گذشته هوشنگ ظریف نوازنده موسیقی سنتی ایران در سن 81 سالگی درگذشت. آقای ظریف از شاگردان موسی معروفی، روح الله خالقی، جواد معروفی و حسین تهرانی بود. او از تک نوازان قدیمی تار بود و در اجرای کنسرت‌های مختلف و برنامه‌های موسیقی با رادیو و تلویزیون ایران همکاری داشت. همچنین با گروه فرامرز پایور برنامه‌های متعددی اجرا کرده بود. اکبر گلپور گلپایگانی مشهور به گلپا، خواننده صاحب نام و دوست هوشنگ ظریف از پاریس با ما هستند. آقای گلپایگانی، اوضاع و احوال آقای ظریف در سالهای اخیر چطور بود؟ پس از سلام به عاشقان، به دوستان و اونایی که هنر دوست دارن، ظریف مرد بود. قبل از اینکه هنرمند بشه یه انسان واقعی بود. مرد به دنیا اومد، مردم از این دنیا رفت.
هیچ وقت دستش پیش هیچ کس دراز نبود، پولکی نبود، دنبال عشق بود، دنبال دوستی بود. معلمان بسیار بسیار خوبی داشت، مثل موسی خان معروفی، مثل مولای خالقی، آقای تهرانی و و و دوستان دیگه، آقای پایور. ولی یک چیزی که در این آدم بود، انسانیت بود و من هیچ وقت فراموش نمی کنم یار قدیمیمونو که خدایا چه نعمتی رو تو به این داده بودی، چه جوری این درک کرد، چه جور عاشق شد، چه خانم محترمی، هنرمند خانم پروین صالح. اش چند روز قبل از اینکه من ببرم مسافرت برای یه چکاپی، باهاش صحبت کردم، با خانمش گفتم قول من ببوسش، وقتی بوسیده بودش گفت گلپا گفته، خندیده بود. من آخرین سفرمم با ایشون در لندن چند سال پیش بود که واقعا انسان به تمام معنا، عاشق، دوست. زیر بغل جوان ها رو بگیر، شایدهای خوب داره. همین الان هم همه هنرمندهای خوب هست. ما باید ایشالله قدر اینا رو بدونیم، مردم بدونن که این هنرمندهایی که واقعا قدیم بودن و همین جدید هم هستن توی ماها، بیان زیر بغل چون بگیریم اینا به همین درجه برسن. ظریف ها، کسایی ها، یا حقی ها، بدی ها، فرنگ شریف و امثالوم، اینا همه بین این جوان ها. بیاد زیر بغل همه اینا رو بگیم بابا این نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. همش اینا دوست بودن به هم، عاشق بودن، وقتی می رسیدن به هم احترام بذاشتن. در همون سفری که به لندن داشتید، عکسی از اون سفر هست که با بعضی از بازیکنان منچستر یونایتد هم عکسی رو گرفتید و همون عکس رو الان ما داریم نشون میدیم. به نظر میاد که سفر بسیار به یاد ماندنی بوده. داستان این بود که ما وقتی که وارد لندن شدیم، یکی از چیزایی که من خواهش کردم ما ببینیم بازیکنان منچستر بود که در اون موقع رونالدو توی منچستر بازی میکرد. ما اومدیم تو خیابون و دور هم جمع شدیم، یه عکس گرفتیم. بعد همین آقای ظریف به من گفت تو معلوم نیست هنرمندی یا ورزشکار؟ من هر دو سوش گفتم من بازیکن دارایی بودم. آقای گلپایگانی، شما در مورد ویژگی های جعفری، در مورد ویژگی های در مورد ویژگی های شخصی آقای ظریف فرمودید دوست بودیم، عشق می‌ورزیدیم، دنبال پول نبودیم، آرزو میکردیم که یه توپ بگیریم، توپ بزنیم به قول بچه‌ها. بدون شک همون خصلت در پدر شما بود که من میدونم حتما در شما هست و شما راجبه هیچ کس بد نمیگی، همه هم خوب میگی و خوبم اطلاع داری. بسیار خوب. و یاد قدیمی رو زنده میکنی. همینطور که من آرزو میکنم بتونم همین سمت داشته باشم و بتونم زیر بغل جوان ها رو بگیرم و از هنرمندهای قدیم که همه رفیق بودن با ما، همه دوست بودن، خانومای محترم، ازدواج های خوب، بچه های خوب، اینا همین نتیجه پدر مادر خوب بود و اینا داشتن. دیگه چی میخواه این دنیا؟ بله، بدون شک یکی از بزرگان موسیقی ایران بود. شما در مورد ویژگی های فردی و شخصیشون، اخلاقیشون گفتید. شما کدوم ویژگی حرفه‌ای هوشنگ ظریف رو میپسندید؟ ببینید، هوشنگ ظریف به یک مسئله رو من بر شما اشاره میکنم که هیچ کس نمیکرد. اون اوایل همه راجع به آقای شریف مشکوک صحبت میکردن، ولی آقای ظریف واقعا با اینکه استاد وقتی این هنرمندی بود که تارش رو آقای موسی خان معروفی تار دستش رو بهش بخشید، مثل یک دونه مدال بود که به سینش زد. خب ایشون اومدن ردیفای آقای فرنگ شریف رو شروع کردن به نوت کردن، نوشتن و رواج این موسیقی. هیچ کس نمی کنه همکارش رو، اینا هم با همکاراش رو اصلا بد میدن. الا یه چیز خدا کنه که همیشه خوب و خوشه، اونا خوب باشن، بالاخره اینا سر به راه پیدا میکنن که میدونن احترام گذاشتن و زیر بغلی زبورا رو گرفتن چه نعمتیه که در آقای ظریف بود. گفتم مرد اومد، مردم رفت،
من فقط این دعا رو میکنم که خدایا اگر ما میخوایم بریم اینجوری بریم. بسیار خوب، سالهای سال زنده باشین آقای گلپایگانی. فکر میکنید که چه میراثی از آقای ظریف، هوشنگ ظریف، برای موسیقی کلاسیک ایرانی مونده؟ اسم ظریف که میاد چه نعمتی، چه میراثی از این بالاتر که اسم ظریف میاد میگن خودش درس خون پیش کیا تو مکتب روح الله خالقی، موسای معروفی، تو اینا گل کرد و اینجا هم که رفت همه میگن بی نظیر بود، همه میگن بی نظیر، حتی شاگرداش بپرسی یک انسان بی نظیر وارسته، اون چی که خدا بهش داده بود خودش بود و تارش خانومش و بچهاش همین، و این واقعا زیر بغل جوانا رو گرفته بود. همینطور که میگم خانوم محترم زن تو زندگی خیلی رول بازی میکنه. بسیار خوب، این خانومش هم خانوم محترمی بود. من خوشاگده هنرستان موسیقی نبودم، ولی خب من اصلا میرفتم اونجا کلاسای شبانه شون، خدا بیاموزه من رو سوار با دکتر نورای خان گروهبان که استاد من بود، روح‌الله خالقی که رفیق صمیمی نورعلی خان برومن بود، ما میرفتیم اونجا لذت میبردیم. درست. که این بچه ها چقدر محترمن، چه جور با اساتیدشون با اون محبت و اون دوستی صمیمیت کار میکنن. آقای و همه شون هم که دیدیم بی نظیرن. بله. همه شون در این تاریخ بچه ها اونرسه بی نظیره. هم داریم ما از توی یه کلاسی که اگر 100 نفر باشن 20 تاشون ممکنه نوازنده خوب باشن. بله. تازه اون نوازنده خوب اون 20 تا ممکنه اخلاق خوب نداشته باشن. ولی همه این خوبی ها در آقای هوشنگ ظریف جمع بود. بسیار خوب، خوش به حالش که با این کولوار به خدمت خدا، عشق، محبت، صمیمیت رفت. آقای گلپایگانی خیلی کوتاه، من یه سوال دیگه هم ازتون داشتم آقای گلپایگانی. از این دوست عزیزم و اجازه بفرمایید که یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. بفرمایید. آقای ظریف و همینطور شخص شما خیلی اهل گفتگو با رسانه ها نیستید، کمتر در به اون شکل البته در انظار عمومی ظاهر میشید، دلیلش چیه؟ خیلی کم کار میکرد، فقط یعنی حرف نمیزد، کار میکرد. اگر میومد توی ببینی ما از هر موسیقیانی یا هر موسیقیدانی یا هر به همه شان احترام بذاریم، هر کس دو تا سیمو با هم کنه این قابل احترامه، ولی بعضی هستن حرف میزنن ولی ببینید برای موسیقی چیکار کردن، گویندم یا اون کسی که از آدم سوال میکنه، شما باید ببینید که این نظرش چیه. اولا در حدی هست که راجب سبا صحبت کنه، راجب هوشنگ ظریف صحبت کنه، راجب اینا. بعضی هستن که با خودشون آویزون میخوان بکنن به این هنرمندهای بزرگ، نمیدونن که چه لطمه دارن میزنن. هوشنگ ظریف مرد بزرگی بود، هنرمند خوبی بود، شوهر خوبی بود، پدر خوبی بود، دیگه چی میخوان از این بهتر؟ متشکرم، خیلی ممنون. سپاسگزارم از اکبر گلپایگانی، مشهور به گلپا، خواننده صاحب نام و دوست هوشنگ ظریف. برنامه رو با قطعه‌ای تموم میکنیم که هوشنگ ظریف هم در اون نواخته. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.